نه بمباران با بشکه‌های انفجاری و نه موشک‌های زمین به زمین هیچ کدام نتوانسته است اراده مقاوم مردم منطقه ملیحه دمشق را در هم بشکند. گزارشی از ایستادگی مردم این منطقه و نبرد در سایر جبهه‌های سوریه. 4/5/2014 لليوم الثالث والثلاثون. این تصویر ملیحه است که روز سه‌شنبه گرفته شده است. رژیم اسد به این مناطق موشک زمین به زمین پرتاب می‌کند و تمام ساعات روز هواپیماهای جنگی این منطقه را مورد هجوم قرار می‌دهند. اما ملیحه به اذن خدا پایدار و مقاوم است. با وجود اینکه اسد حتی مسجد بزرگ این منطقه و دانشگاه آن را نیز ویران کرده است. تلویزیون‌های دولتی اسد بارها اعلام کردند که ملیحه را تصرف کردند. السلام عليكم حجي. السلام ورحمة الله. حجي إعلام النظام عم يقول إنه هو سيطر على المليحة، هو أخذ ساحة المليحة. كاذب، طول عمره هو كاذب. دروغه، اون تماماً دروغ میگه. خاندان اون 50 ساله که به مردم سوریه دروغ میگن. ملیحه با وجود موشک و بمباران پایدار و مقاوم ایستادگی میکنه. هیچ موشک و هواپیمایی باقی نمونده که اسد به این محل نیاورده باشه. اون یک دروغگوی فاشیسته. اسد منطقه ملیحه در قوطه شرقی دمشق را به این روزی که می‌بینید درآورده است. تقریباً از مناطق مسکونی و تجاری آن با بمباران‌های بیوقفه چیزی باقی نمانده است. از بشکه‌های انفجاری هم استفاده می‌کنند. با این حال نیروهای اسد و شبه نظامیان او نتوانستند به این منطقه مقاوم نفوذ کنند. در چند محور این منطقه درگیری‌های شدیدی بین انقلابیون و نیروهای اسد در جریان است. این در حالی است که منطقه دیرالعصافیر و رانکوس شامل بمباران‌های پی در پی بوده است. رزمندگان مقاوم در منطقه تسلیحاتی 595 در شرق قلمون توانستند تهاجمات نیروهای اسد را که قصد داشتند به آن وارد شوند خنثی کنند. همزمان نبردها در منطقه تشرین و جوبر که نظام اسد برای تصرف آن اقدام کرد بالا گرفته است. این درگیری‌ها در اطراف بازار خیاط‌ها با شدت بیشتری در جریان بود. علاوه بر درگیری‌هایی که در پایتخت ادامه دارد، شهر حما و اطراف آن و مخصوصاً منطقه تازه آزاد شده در روستای تل مله شاهد بمباران‌های گسترده با بشکه‌های انفجاری بود. در این میان چند بمب شیمیایی حاوی گاز کلر نیز به سمت این منطقه پرتاب شد. رزمندگان اعلام کردند یک هواپیمای جنگی از نوع میگ 23 اسد را در منطقه ازدوار در شمال حما سرنگون کردند. البته تلویزیون اسد سراسیمه این خبر را تکذیب کرد. همچنین رزمندگان فرودگاه نظامی اسد در حما و مراکز تجمع نیروهای آن را زیر سنگین‌ترین آتش توپ و موشک‌های خود قرار دادند. در شهر حلب نیز بمباران در منطقه شیخ نجار و دیرلمون و منطقه هنانو با بشکه‌های انفجاری همچنان ادامه دارد. متاسفانه تعدادی از ساکنان این مناطق کشته و زخمی شدند. در اطراف حلب هلیکوپترهای اسد منطقه تل ماره و تل رفعات را چندین بار با بشکه‌های انفجاری هدف قرار دادند. اما در شهرهای جنوبی سوریه نظام اسد تهاجم گسترده‌ای را برای پیشروی در جبهه درعا با انواع بمب‌هایی که بر سر مناطق مسکونی این منطقه و اطراف آن می‌ریخت تدارک دیده بود. در این میان یک بیمارستان و چند مرکز فرهنگی و خدماتی نیز مورد اصابت قرار گرفتند. این کار باعث قربانی گرفتن از شهروندان بی‌دفاع شد، اما نظام اسد با این میزان از وحشیگری هم نتوانست کاری از پیش ببرد. اتاق عملیات رزمندگان اعلام کرد رژیم اسد با انفجار لوله‌های گاز بین منطقه نصیب و قرز قوانین جنگی را یک بار دیگر زیر پا گذاشت. این جانی برای ادامه سلطه کثیف خود به هیچ اصولی پایبند نیست و از هیچ جنایتی در حق مردم سوریه فروگذار نمی کند. انقلاب سوریه گامی مهم در راستای به رسمیت شناخته شدن در سطح بین‌المللی برداشت. آمریکا با گشودن دفتر رسمی نمایندگی ائتلاف ملی سوریه در واشنگتن موافقت کرد. این دستاورد سیاسی مهم حاصل رنج و رزم بیکران رزمندگان و مردم سوریه است. أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن دفاتر اپوزیسیون سوریه در آمریکا را به رسمیت شناخته است. این کار با هدف تقویت اپوزیسیون میانه‌رو سوریه صورت گرفته و گامی است برای کمک به همه کسانی که در سوریه نیاز به کمک دارند. این مقام آمریکایی افزود واشنگتن کمک‌های غیرمرگبار خود به رزمندگان میانه را افزایش خواهد داد و کمکی به میزان 27 میلیون دلار خواهد کرد. با این مبلغ کل کمک‌های آمریکا به 287 میلیون دلار میرسد. اما مقام آمریکایی مشخص نکرد که این چه نوع کمکی است. این تصمیم آمریکا بعد از دیدار رئیس ائتلاف ملی سوریه احمد الجربا از واشنگتن صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماری هارف در گفتگو با اورینت نیوز گفت مجموعه ای از اقدامات وجود دارد که آمریکا آن را اجرا خواهد کرد، از جمله به رسمیت شناختن ائتلاف ملی سوریه به عنوان نماینده مردم سوریه. ماری هارف: اقدامات اساسی شروع خواهد شد، آن را اعلام خواهیم کرد و کمک ها را افزایش خواهیم داد. مهمترین آن به رسمیت شناختن دفتر ائتلاف به عنوان نماینده مردم سوریه در واشنگتن و 27 میلیون دلار کمک اضافه به ائتلاف و ارسال کمک‌های بیشتر برای ارتش سوریه است. او اضافه کرد این فرصت جدیدی برای تقویت روابطمان با اپوزیسیون سوریه برای رسیدن به آینده‌ای بهتر برای مردم این کشور است. رئیس ائتلاف ملی سوریه احمد الجربا گفت اقدام جدید آمریکا ضربه دیپلماتیک به مشروعیت رژیم بشار اسد است. او اضافه کرد اقدام آمریکا شروع یک مرحله مهم در مسیر سوریه جدید در زمینه به رسمیت شناخته شدن بین المللی است. وزیر دفاع دولت موقت سوریه اسعد مصطفى تصریح کرد علائم قوی از تغییر سیاست به هم ریخته آمریکا در مورد تسلیح اپوزیسیون وجود دارد. او در گفتگویی با روزنامه الحیات گفت برخی از پایتخت‌های عربی تماس‌هایی با دولت آمریکا داشتند. آنها به اهمیت تسلیح ارتش آزادی به سلاح‌های خاص پرداختند. اسعد مصطفى توضیح داد یک هماهنگی عربی برای دیدار احمد الجربا از واشنگتن وجود داشته است. وها أهمية تسليح الجيش الحر بالأسلحة النوعية، موضحا أن هناك تنسيقا عربيا لزيارة رئيس الائتلاف أحمد الجربا إلى واشنطن. نبرد رزمندگان سوریه برای بیرون راندن شبه نظامیان تبهکار داعش در دیر الزور ادامه دارد. گزارشی از العربیه. قال الناطق باسم هيئة الأركان في المنطقة الشرقية عمر أبو ليلى في اتصال سخنگوی ستاد یکی از گردانهای درگیر با مزدوران داعش در شرق منطقه دیر الزور با نام ابو لیله در یک تماس تلفنی با تلویزیون العربیه گفت با وجود شایعات منتشر شده در مورد اعلام آتش بس توسط داعش، نبرد با این مزدورا برای بیرون کردن اونها از این منطقه با شدت در جریانه. درگیری بین رزمندگان و مزدوران داعش در دیر الزور در حالی در جریان است که تقریبا نظام اسد تمامی این منطقه را به دست این مزدوران وارداتی خود سپرده است. دیر الزور فضحت الانقسام الكبير الذي تشهده القاعده والذي وصل حد الاحتراب. منطقه شرقی دیر الزور به مرزهای عراق منتهی می شود و مزدوران داعش مستقر در آن اساساً تابعیت سوری ندارند. در این منطقه چاه‌های نفت وجود دارد که از آنها گاز نیز استخراج می شود و بیشتر نمک مصرفی در سوریه از این منطقه استخراج می شود. اصلی ترین دلیلی که مزدوران داعش در این منطقه تجمع کردند این است که می خواهند به چاه‌های نفت و گاز مسلط شوند. این مزدوران شهرهای بوسیره، ابریه و الرز در غرب را ترک کردند و در شرق منطقه دیر الزور تجمع کردند. این حرکت آنان باعث به خطر افتادن منابع نمک در شهر التبنی شده است. این مزدوران برای تأمین مالی نیروهای خود و به تاراج بردن اموال مردم سوریه این منطقه را انتخاب کردند. این بار رزمندگان قصد دارند شر آنها را از سر ساکنان این منطقه و کیسه‌ای که برای خود دوختند کم کنند. در همین راستا عشایر این منطقه نیز با تشکیل واحدهای رزمی به شکل بومی سعی می کنند از مناطق خود دفاع کنند. محاصره ضد انسانی شهر حمص و گرسنگی دادن به مردم این شهر موجی از انزجار جهانی را دامن زد. ابعاد این موضوع انسانی به حدی بالا گرفت که در کنفرانس‌های ژنو و در جلسات شورای امنیت فشار بر رژیم اسد بالا گرفت تا مانع رسیدن کمک‌های انسانی نشود. اما رژیم اسد با نقض معاهدات بین‌المللی هر بار مانع رسیدن این کمک‌ها می‌شد. اکنون رزمندگان سوریه طی یک ابتکار عمل برای باز کردن راه ارگان‌های بین‌المللی به مناطق محاصره شده و رسیدن کمک‌ها به مردم حمص تصمیم گرفتند نیروهای خود را در این شهر به مناطق شمالی منتقل کنند تا برای اسد هیچ بهانه دیگری باقی نمانده باشد. ائتلاف ملی سوریه با انتشار بیانیه‌ای به مفاد قرارداد برای پایان دادن به محاصره شهروندان عادی شهر حمص اشاره کرده است. در این گزارش آمده است در قدم اول 48 ساعت آتش‌بس بین طرفین اجرا می شود و رزمندگان نیروهای خود را که شامل 2250 نفر است به مناطق خارج از حمص منتقل می کنند. این انتقال با 40 دستگاه اتوبوس که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل برای این کار در نظر خواهند گرفت صورت می‌گیرد. بر حسب این توافقنامه بین‌المللی قرار شد تعداد 70 اسیر که به دست رزمندگان لاذقیه اسیر شده بودند تبادل شوند. در این توافقنامه همچنین آمده است در قبال 3 ماه آتش بس در منطقه الوعر نظام اسد اجازه ورود مواد غذایی به درون این منطقه را می‌دهد. برخی از ناظران سیاسی معتقدند در روزهای آینده نظام اسد در این قرارداد بین‌المللی کارشکنی خواهد کرد و شبه نظامیان وحشی خود را وارد این مناطق خواهد کرد تا بار دیگر دست به کشتار و جنگ فرقه‌ای و دستگیری ساکنان بزند. اما تا آنجا که به انقلابیون برمیگردد به مصالح ساکنان و توافق‌ها و معاهدات بین‌المللی پایبند هستند. طبق گزارش‌های رسیده از مرکز اطلاع رسانی در حلب روز سه‌شنبه اجساد بیش از 117 مزدور عراقی در بیمارستان نظامی در اطراف حلب شناسایی شدند. لا تزال جبهات حلب محتدمه. جبهه های اطراف شهر حلب دوباره شعله ور شده است. این درگیری ها بیشتر به صورت نامنظم است و هر درگیری تلفات خودش را دارد. اما بر اساس گزارش های دریافتی تلفات نیروهای اسد در این درگیری ها بسیار بیشتر از حد تصور بوده است، به طوری که فقط در یک بیمارستان نظامی که رزمندگان آن را به کنترل درآوردند تعداد 117 جسد مزدوران عراقی خود را بر جای گذاشته و بقیه به اضافه مجروحین از آنجا فرار کردند. این درگیری در منطقه بین شیخ نجار و نقارین در شمال شرقی حلب به وقوع پیوست که همکنون نیز ادامه دارد. دو طرف درگیر در منطقه دوارالبرید و خندرات تجمع نیرو کردند و رزمندگان تلاش می‌کنند نیروهای اسد را که قصد دارند به این دو منطقه استراتژیک نزدیک شوند پس بزنند. رژیم اسد برای پشتیبانی مزدورانش در این منطقه از حملات هوایی استفاده می‌کند. این تاکتیک اسد یعنی بمباران بیوقفه مناطق درگیری بر مشکل رزمندگان در این محور اضافه کرده است. مناطق شیخ نجار و دوارالبرید و جاده‌ای که به زندان مرکزی منتهی می‌شود اماکنی هستند که رزمندگان توانستند آنجا بیشترین تلفات را به نظام اسد وارد کنند. اینجا مناطقی هستند که آتش مسلسل‌های رزمندگان یک لحظه هم قطع نمی‌شود، زیرا آنها به خوبی می‌دانند در دست داشتن این مناطق چه ارزشی برای مسلط شدن به شهر حلب دارد. از این رو با تاکتیک تهاجم تمامی نیروی خود را متمرکز کردند تا به زندان مرکزی این منطقه برسند و ضمن تصرف آن زندانیان دربند را نیز آزاد کنند. از طرفی منطقه دوار الجندل که دروازه اصلی برای وارد شدن به شهر دیرالمون محسوب می شود، برای رزمندگانی که همکنون بر این منطقه مسلط هستند از نظر نظامی بسیار حائز اهمیت است. این منطقه همچنین حد فاصله بین مرکز اطلاعات هوایی و منطقه از زهراست که رزمندگان با تلاش و جانفشانی توانستند طی هفته‌ها درگیری خود را به اطراف این اماکن حیاتی برای نظام اسد برسانند. سوال اساسی که تحلیلگران نظامی دارند این است که آیا این درگیری‌ها به نقطه بلوغ و مسلط شدن رزمندگان به مراکز مهم در روزهای آینده راه خواهد برد یا نه؟